اولین گوسترایدر تاریخ که برای عصر یخبندان و ما قبل تاریخه، از ماموتش بگیر که وسیله نقلیشه تا شروعی برای اولین اونجرز تاریخ. داستان از قاری شروع میشه توی عصر یخبندان ما قبل تاریخ. پسره که باوشی که بین یه سری آدمی که هیچی نمیفهمن و هیچ درک و دانشی نهارن و حتی نمیتونن حرف بزنن شروع میشه. این آدم ها فقط و فقط از خوردن حشرات زنده میمونن و تغذیه میکنن و هیچ وقت پاشون از اون غار بیرون نذاشتن، بخاطر اینکه از هر چیزی که باعث خطر اونو میشه میترسن و هیچ درک و دانشی ندارن. برای همین تا آخر عمرشون قراره که تو اون غار بمونن و هر تهدیدی رو منع میکنن. یه جوری اون پسرک که هم میتونه حرف بزنه، هم علم زیادی داره و کاملا با اونو یه سر گردن فاصله داره رو از قبیله خودشون طرد کردن و جای گوشه غار انداختن، به خاطر که فکر میکنن اون پسرک هم حتی به خاطر دانشش میتونه که برای ما خطری باشه، پس هیچ ریسکی نمیکنیم و اونو طرد میکنیم. در همین حوالی مردی سفید پوش از در غار میاد بیرون. اعضای قبیله نیزه خودشونو آماده میکنن تا به اون مرد سفید پوش حمله کنن. اونو یه تهدید میبینن، ولی خب مرد سفید پوش سلاحی رو در میاره که هیچ کدوم از اونها این سلاح رو ندارن و در اصل مهارتش هم خیلی بالاتر از بقیه است. اون مرد شروع میکنه به قلقم کردن اعضای اون قبیله و کشتن همه اونا. پسرک درسته که دانشش زیاده، ولی خب هیچ مهارت رزمی و جنگی نداره و یه گوشه میشینه و واقعا میترسه، چون داره اعضای اون قبیله حتی با اینکه از اون قبیله طرد شده کشته میشه و اون واقعا ناراحته. بعد از اینکه اون اعضا اکثرشون کشته میشن، چندین نفر از اون قبیله میمونه و پسرک. مرد سفید پوش میاد پیش پسرک و میگه اوکیه، میتونی که صحبت کنی، من میفهمم زبون تو رو، اونا یه مش احمقن و هیچی نمیفهمن، تو با اونو فرق داری و میتونی که صحبت کنی، تو یه فرد قوی هستی و با اینا خیلی فرق داری و اونا برای تو یه جورایی باید تومه باشن، مثل چیزی که برای من هستن، چون ما با اونا فرق داریم و ما به دنیا اومدیم تا اونا رو بکشیم و بخوریم، همه چیز به نفع ماست. ولی خب پسر واقعا عصبی میشه و خب غیرتش اجازه نمیده و میگه که تو تمام اعضای قبیله منو کشتی، پس باید بمیری. سلاحشو با این که هیچ مهارت رزمی بلد نیست در میاره و میخواد که اونو بکشه، ولی اون مرد سفید پوش تبدیل به یه هیولای خیلی بزرگ میشه، یه هیولایی که شبیه خرسه. اسمش هست وندیگو. اگه من وندیگو رو یه بیوگرافی خیلی کوتاه براش تعریف کنم، اینجوریه که وندیگو کسیه که خدایان مارول مجازات روش گذاشتن. در اصل اگه که انسانی از گوشت انسان دیگه تغذیه کنه، خدایان مارول برای اون یه مجازاتی میذارن که اون فرد تبدیل به وندیگو میشه، یه قول خیلی سفید و قدرتمند و بیش خودم که باید بهتون بگم که تو کامیکا حتی از هالک هم قوی تره و قدرتمندتره و این نفرین اون فرده وندیگو. حالا اون فرد تبدیل به وندیگو یا همون خرس بیش خودم میشه و پسرک رو دستش میگیره و میگه که اگه میخوای که منو بکشی و یا انتقاممو بگیری و اسممو بدونی، بیا و منو پیدا کن اگه که میتونی. پسرکو پرت میکنه زمین و اون عاجز و درمانده خیلی عصبیه و در اصل خیلی ناراحته به خاطر اینکه اون تمام از قبیلش رو کشته. میرسیم به کسی به نام مفیستو، شیطان مارول و اصل شیاطین، کسی که کلن تو جهنمه و پادشاه جهنمه و از جهنمش بیرون نمیاد به خاطر که اگه بیرون بیاد قدرتش تضعیف میشه. فکر کنم همتون تا اینجا قضیه رو دونستید. اون پسرک قراره که روح سوار یا گوسترایدر معروف خودمون باشه. مفیستو یا شیطان جهنم یه جورایی میاد پایین و به شکل یه ماری پیش اون پسرک میاد و اونو یه جورایی داخل پیچ و خم خودش میگیره و میگه که من میتونم به تو قدرت خیلی خاصی بدم، من میتونم یه کاری کنم که دیگه درد نکشی، دیگه سردت نشه و قدرت خیلی خاصی پیدا کنی. درست به اون نمیگه که اون قراره تبدیل به روح سوار بشه و قدرت خیلی خاصی از این چیزی که داره به اون میگه رو قراره که نصیبش کنه و اون پسرک چاره ای نره و میگه که باشه اون قدرت رو به من بده و همون لحظه است که اون پسرک تبدیل به گوسترایدر میشه و اجرای آتیشا وجودش رو فرا میگیره. ولی اونجا ما یه ماموتی رو میبینیم. آره ما رفقای اون چیز سبز شلولی، همه اینا رو از اون رد پا فهمیدی؟ که اون مار رو یه جوری خطر برای پسر بچه میدونه و پاشو میذاره اون روی اون مار و در از جسم زمینی مفیستو اینجا نابود میشه و اون ماموت نابودش میکنه. ولی خب دیگه دیره، پسرک تبدیل به گوسترایدر شده و آتیش همه وجودش رو فرا گرفته. The Spirit of Vengeance، روح انتقام یا همون روح سوار تبدیل شده و در اصل ماموتش رو به عنوان وسیله نقلیش، به عنوان اولین وسیله نقلیه اولین گوسترایدر توی کامیکای مارول انتخاب میکنه. با همتون بگم که خب وسیله های گوسترایدر موتور بوده، ماشین بوده، اسب بوده و خیلی چیز خفن،
و ماموت به نظر خیلی جالبتر میاد چون خیلی گنده تره و چیز جذابتری میاد و خب یه جوری شاید بگم کنتر، ولی چیز جدید و باحالی. باید بهتون بگم که 5 سال بعد میشه و 5 سال میگذره و اون خیلی قدرتمندتر میشه، ولی خب نه در حد اون کسی که میشناسیم گوست رایدر خیلی قدرتمند خودمون، ولی خب در حد خودش قوی میشه و یه دونه پیرمرد سفید پوشیو توی یخبندان میگیره و داخل خرطوم ماموتش میکنه. تویی؟ باید بفهمم که تویی یا نه؟ وای گوست کوچولوی من که بهت لقب گوست زده بودم، تو منو سورپرایز میکنی پسر. من دیگه پسر نیستم، توی هیولا هستی و باید بکشمت. من یه هیولا نیستم، من فقط کسیم که همه کاری برای زنده موندن میکنه. اسم منو میخوای رایدر؟ باشه بهت میگم، ولی خب آخرین چیزیه که تو میشنوی. لیتس گو. تبدیل به اون خرس یخی میشه و یه در اس وندیگوی وجودش اونو فرا میخونه و اون حالا قراره که با گوست رایدر فایت بده. حالا قراره که منو گرم کنی به سر. اون با گوست رایدر فایت میده و اونم ماموتش پرت میکنه بیرون، ولی گوست رایدر با استفاده از آیتما و تمرینایی که تو این پسال کرده با اون داره فایت میده و مش میکوبه تو دهن وندیگو. حالا ماموتش با تمرینایی که این همه مدت تو این سال با گوست رایدر کرده شاک خودشو از وسط تو قلب وندیگو میکنه، ولی اون آیتم ترمیم داره و خودشو ترمیم میکنه و یه جوری یکی از شاخهای ماموت رو از جا میکنه. میبینه که من نمیتونم 2-1 با اینو فایت بدم. ماموت و گوستردر با هم دیگه خیلی قوی هن و خب گوستردر واقعا از من قوی تره، پس وقتی که یکیشون رو حذف کنم. اون میاد لب دره و ماموت رو جوی از دره پرت میکنه با این، ولی خب پیش خودش میگه که من واقعا نمیتونم با گوست رایدر فایت بدم و اون چیزی شده که خیلی فراتر از انتظارم بوده و جوی اون هم با ماموت از دره پرت میشه پایین و خودشو نجات میده. باید بهتون بگم که سوالتون اینه ماموت مرد؟ دقیقا درسته، ماموت مرد. وندیگو مرد؟ نه وندیگو نمرد. همون لحظه است که یه صدایی از پشت گوست رایدر میگه که تو تنها نیستی. گوست رایدر میگه وات؟ برمیگرده. در اسباب بهتون بگم که اولین جینجای جهان مارول و اولین اودین رو ببینه توی این سری کامیکا و انسان ماقبل تاریخ و عصر یخمندان. اودین و جینجای مادر و پدر تور بودن که دیگه حالا توی این کامیکا تور نیست و قضیه اینجا تموم نمیشه. یه اسپویلی از آینده باید براتون بکنم، اینه که اعضای ابرقهرمانی ماقبل تاریخ، چه چیزی هم از جینجای اوف، اعضای ابرقهرمانی ماقبل تاریخ پیش همدیگه جمع میشن و اجرای در آینده اونجرز مقابل تاریخ و اولین اونجرز سری کومیک های مارول رو تشکیل میده. و باید بهتون بگم که آره درسته ادامه داره و یه جورایی اوریجین تمام این افراد رو معرفی میکنه و در نهایت میرسه به اولین اونجرز ما قبل تاریخ و فایت اون اونجرز و داستانه خیلی باحالش که اونا رو هم بچه قصد داریم که براتون بسازیم. این بود از داستان گوست رایدر که چجوری آقا اولین گوست رایدر کل تاریخ به وجود میاد و قدرتاش چیه. آره درسته از گوست رایدر اصلی ما جانی بلیز قوی تر نیست، ولی خب جالبه و در نوع خودش چیز جذابیه و این گوست رایدر یه جوری جد همه گوست رایدر است. پس تو کامیکای بعدی و شروع اولین اونجرز تاریخ بدرود.